نجیب امین معاون اداره امور و دارالانشای شورای وزیران روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل از تطبیق فرمان اخیر رئیس جمهوری کشور در مورد برنامه‌هایی که برای اصلاح آن یک تا سه ماه فرصت داده شده بود خبر داد. به گفته معاون اداره امور، اصلاحات در برنامه‌های ادارات دولتی که برای تطبیق آن در فرمان رئیس جمهوری یک تا سه ماه زمان در نظر گرفته شده بود تکمیل شده و تحقق یافته است. وظایفی که از جمله 164 وظیفه بر یک ماه برشان وقت تعیین شده بود، اون وظایف 26 مورد بود که 20 اداره برای تطبیقش توظیف شده بود. خوشبختانه از 26 مورد تمامشان تکمیل شده. وظایفی که بر ما برای دو ماه وقت برشان تنظیم تعیین شده بود، اونا 30 وظیفه بود که در اوج 19 اداره مسئولیت داشتن و امی 30 وظیفه هم تمامشان تحقق پذیرفته. دو یا سه مورد که تحقق نپذیرفته به دلایل تکنیکی است و کار بسیار جدی بالایش جریان داره. معاون اداره امور گفت فرمان شماره 45 رئیس جمهوری کشور نیز به وزیران وظیفه سپرده بود تا به هدف بازدید از مشکلات مردم به ولایات سفر کنند که تا هنوز 29 سفر به 16 ولایت کشور صورت گرفته است. به گفته معاون اداره امور، نظر به فرمان رئیس جمهوری، 16 تن که در فساد اداری در ادارات مختلف متهم بودند شناسایی و پرونده های آنان بررسی می شود. به گفته معاون اداره امور، نظر به ارزیابی این اداره، از 6 سال بدین سو 10544 ماموریت به ادارات دولتی سپرده شده بود که 91% آن تا هنوز تحقق یافته است. آقای امین گفت نظر به فرمان رئیس جمهوری، فهرست کسانی که در غصب زمین های دولتی دست داشتند از سوی وزارت زراعت ترتیب و به مراجع عدلی و قضایی کشور فرستاده شده است. فرمان برای وزارت زراعت و وزارت امور داخله وظیفه داده بود که تمام کسایی را که به غصب زمین دست دادن اینا را لیستشان ترتیب کنه و مقدار زمین را که غصب کردن ترتیب کنه تا ای که پروسیجرهای عدلی و قضایی بالایشان تطبیق شوه. خوشبختانه وزارت محترم اقتصاد ایسایی را که بر ما ارائه کردن مجموعاً 1,38,996 جریب زمینه ارقام دادن که ایغاز شده توسط مردم در 6 ولایت دست اول افغانستان. معاون اداره امور و دارالانشای شورای وزیران همچنان از نهایی شدن فهرست افراد و اشخاص خبر داد که به صورت خودسر از معادن کشور استفاده میکنند.